سر من شما شمس‌العماره رو میبینید که با هم میریم و همه قسمتاشو بررسی میکنیم. البته طبقه های بالای شمس‌العماره همونطور که میبینید بسته است و ورود برای بازدید کننده ها ممنوعه، فقط قسمت پایین رو میتونیم ببینیم، اما در مورد طبقات بالای اونم با هم بیشتر صحبت میکنیم. شمس‌العماره توی زمان خودش یعنی دوره سلطنت قاجار بلندترین ساختمون بوده. این عمارت 5 طبقه است که 2 برج بلند داره و بین 2 برجش 1 ساعت 2 طرف است. مردم شهر تمام کارهاشون رو بر اساس این ساعت تنظیم میکردن. حالا چرا ساعت؟ چون که ناصرالدین شاه توی عصر صنعت زندگی میکرده و به ساعت هم علاقه خیلی زیادی داشت. انقدر این علاقه زیاد بود که توی سفرهاش اکثرا بهش ساعت هدیه میدادن و البته وجود ساعت مکانیکی توی اون دوره اوج صنعت به حساب میومد. ناصرالدین شاه توی سفرهایی که به کشورهای غربی داشت ساختمونهای بلندی رو دیده بود که ازشون خیلی خوشش اومد و میخواست شبیه اونا رو داشته باشه و به 2 دلیل دستور ساختش رو داد. اول اینکه وقتی مهمونای خارجی براش میاد اونا با دیدن این عمارت به وجد بیان، و دوم اینکه از بالای برج بلندش کل شهر رو ببینه. البته اینکه اون بالا با سوگلیش مینشست به شهر نگاه میکرد و بستنی میخورد رو هم نباید یادمون بره. طبقه اول این عمارت 2 بخش بیرونی و اندرونی داشته که امروز دیگه هیچ اثری از اندرونی باقی نمونده، اما قسمت بیرونی و شاهنشین این عمارت به خاطر آینه‌کاری‌های خیلی خاصش شهرت جهانی پیدا کرد. و جالبه بدونید این عمارت تنها بنایی بوده توی اون دوره که برای ساختش از ستون‌های فلزی استفاده شده. تالار برلیان جزو 5 تالار موزه کاخ گلستان هست که ناصرالدین شاه دستور ساختش رو داد و به جای تالار بلور ساخته شد. تالار بلور توی دوره سلطنت فتحعلی شاه ساخته شده بود که مثل همه عمارت‌های قجری آینه‌کاری‌های خیلی زیادی داشت. توی دوره ناصرالدین شاه تالار بلور نیاز به بازسازی و تعمیر داشت، ولی ناصرالدین شاه دستور داد اونو تخریب کنن و به جاش تالار برلیان رو روی همون شالوده های قبلی تالار بلور بسازن. و چون برای این تالار جدید پیریزی نشده بود نتونستن این تالار رو به اندازه تالارهای دیگه بالا بیارن و همین باعث شد که بعضی از دیوارها و قسمتی از سقف این تالار توی دوره مظفرالدین شاه ترک بخوره و همین اتفاق هم دلیلی شد که تعمیر اساسی توی اون دوره انجام بشه. بذارید اول بگم این میز غذاخوری خیلی زیبایی که توی این تالار میبینیم متعلق به دوره پهلوی هست، چون که توی دوره حکومت پهلوی از این تالار به عنوان فضایی برای پذیرایی از مهمونهای خارجی استفاده می کردن. اما قبل از این دوره یعنی توی زمان حکومت پادشاه‌های قاجار از تالار برلیان هم مثل تالارهای سلام، آینه، آج و ظروف به عنوان موزه برای نگهداری از هدیه پادشاه‌های کشورهای دیگه استفاده می شد. همون جوری که داریم با هم می‌بینیم
این تالار هم مثل اکثر تالارهای کاخ قجری تزئینات زیادی داره، مثل دیوارهای آینه کاری شده، چلچراغهای خارجی، فرشای دستباف، گچبری‌های بسیار زیبا و درهای خراطی شده و مبل‌های بسیار زیبا. که یکی از زیباترین آینه کاری‌ها رو داره. میریم با هم می‌بینیمش و بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. سالهای 1320 تا 1324 بود که به دستور فتحعلی‌شاه قاجار این امارت به دست حاج میرزا جعفرخان تبریزی و عبدالله خان معمارباشی ساخته شد. اسم این امارت رو به خاطر داشتن 4 تا بادگیرش امارت بادگیر گذاشتن که برجای بادگیر این امارت تنها بادگیرهای تزئین شده با معرق در ایران هست و فتحعلی شاه اینجا رو به پسرش ذوالسلطان علی شاه میرزا میبخشه. از پله های مرمرین امارت که بالا میریم به تالاری میرسیم که با آینه کاری های خیلی خاص و گچبری هایی که ظرافت منحصر به فرد خودش رو داره تزئین شده و اسم این تالار شاهنشین هست. پلن یا همون نقشه تالار امارت بادگیرها به شکل صلیب هست و باید از زیبایی این امارت به درهای معرق کاری شده اونم اشاره کنم و توی شاهنشین ارسی‌های زیبایی رو می‌بینیم که توی نوع خودشون واقعاً بی‌نظیر هستن. 9 تا ارسی با شیشه های رنگی جلوه خیلی قشنگی به شاه نشین داده و جلوی پنجره ها 2 ستون گچی مارپیچ رو میبینیم که به سبک دوره زند روی اونا نقاشی و زرنگاری های ظریفی داره که برای چند دقیقه آدم رو واقعا مجذوب خودش میکنه و ازاره های مرمری که نقاشی شدن و همه این زیبایی ها رو تکمیل کردن. در نهایت هم کف پوشای زمین رو میبینیم که معرق کاری 7 رنگ با طرح بوتجقه دارن و واقعا خود نمایی میکنن. بعد از شاهنشین میرسیم به اتاقهای گوشواره که 2 طرف شاهنشین هست ولی الان فقط 1 دونش قابل بازدیده.
اتاقای گوشواره که تزئینات خیلی زیبایی هم دارن توی زمانی که مهمونی‌های بزرگی برگزار می‌شده و فضای کافی برای پذیرایی توی شاهنشین وجود نداشته، در این اتاقا رو باز می‌کردن تا ازش استفاده کنن برای پذیرایی. و کاربری دیگه‌اش این بوده که وقتی برای مهمونی‌های این شکلی نوازنده می‌اومده، این نوازنده ها توی این اتاق ها مستقر می شدن. اما گفتیم که اینجا عمارت بادگیر هاست و اسمش هم به خاطر همین 4 تا بادگیرشه. این بادگیر ها یه جور سازه بودن برای اینکه هوای بیرون رو به داخل ساختمون بکشن و در واقع نقش کولر امروزی رو داشتن و برای فصل تابستان بیشتر از زیرزمین همین عمارت استفاده می کردن. چون حوضخونه ای داشته که از آب قنات پر می شده و برای تابستان با وجود بادگیر و این حوض هوای خیلی خنکی به وجود می اومده.